چشم دل باز کن که جان بینی آنچه چه آن بینی گر به اقلیم عشق رویاری همه آفاق گلستان بینی بر همه اهل آن زمین به مراد گردش دور آسمان بینی آنچه چه بینی دلت همان خواهد و آنچه خواهد دلت همان بینی بی. جان گدازی اگر به آتش عشق عشق را کیمیای جان بینی بی. دل هر ذره را که بشکافی آفتابیش در میان بینی بی. با درود فراوان خدمت شما بینندگان گرامی تلویزیون ایرانیان کانادا و همچنین شنوندگان عزیز برنامه رادیویی شهر ما در شهر زیبای تورنتو و با تشکر از جناب فرزاد در اتاق فرمان برنامه امروز رو در خدمت شما آغاز میکنیم عرض کنم حضورتون که امروز میخواستم راج به برنامه در حقیقت کووید 19 کرونا در کانادا صحبت کنم برای اینکه ما اینجا زندگی میکنیم و خوشبختانه از یک وضع بسیار مطلوبی برخوردار هستیم و کوتاه سخن اینکه کسانی که واکسن زدن در نوبت اول بالای هشتاد درصد و در نوبت دوم بالای 95 درصد ایمنی یا ایمیونیتی خواهند داشت در بین کسانی که بالاخره الان کرونا میگیرند البته کرونا خیلی جدی 99 و نیم درصدشون کسانی هستند که واکسن نزدند یعنی بین کسانی که ارزم حضورتون که علا رقم واکسیناسیون هنوز امکان گرفتن بیماری به صورت جدی یعنی به ریه و اینجاها بزنه حدود از هر ده هزار نفر هفت نفره و این بسیار بسیار رقم بالایی شاید در هیچ کدام از بیماری های دیگه هم این رقم نباشه به این شدت معمولا بیش از اینه پس این بایستی یک تشکر و سپاسگزاری از مردم کانادا که واکسیناسیون به این خوبی رو هم اجرا کردن و هم شرکت کردن در گرفتن واکسن و هم در تهیه واکسن از روزهای اول دولت آقای ترودو و علا رقم این که کشور ملتی کالچرالیزم هست همه فرهنگ ها و همه کسانی که از گوش و کنار دنیا به شهر تورنتو آمدن و در کل به کانادا همراهی و همکاری کردن ما الان بالای 80 درصد آمار واکسیناسیون یه بارمونه و بالای 60 درصد یا حدود اون ارزم حضورتون که واکسیناسیون دفعه دوم هست بنابراین این باعث خوشحالی فراوان هست و یک مسئله دیگر هم این است که باید ارز کنم که الان ما منتظر موج چهارم هستیم ویو چهارم یا موج چهارم در اقصانقات دنیا رفته از جمله اروپا و آمریکا و بسیاری از دانشمندان پیش بینی میکنن که دلیلی نداره که در کانادا نیاد البته من مطمئنم اگرم بیاد موج کوتاهی خواهد بود و مثل الان که مثلا حدود تا در آخرین قسمت هایی که پایین رفته بود تعداد مثبت در روز الان به نزدیک 400 رسیده یا بیشتر ارزم حضورتون که خیلی بالاتر نخواهد رفت اگر همکاری همه جانبه مقامات دولتی مردم سازمان ها و مقامات بهداشتی فراهم باشه کما فسابق پس این جای خوشحالی داره و میخوام ارز کنم حضورتون کسانی که نگران هستن هنوز نگرانیشون خیلی مورد نداره اما احتیاط لازم هست دیگه زمانی است که الان پست کرونا موقتی هم حداقل که شده تا ببینیم چه خواهد شد در آینده باید به این چند هفته ای که مانده به دیدار دوستان به شتابیم البته با حفظ پرتغال ها که اعلام شده بیشتر اکتیویتی ها فعالیت هامون در خارج از منزل باشه و در داخلم هم به همون میزانی که گفتن حتی در داخلم منده پیشنهاد میکنم که نزدیکتون حفظ کنید هاگ نکنید دست ندید ارتباطات یعنی که به هم مجبور بشید نزدیک بشید دست بدید و فرض کنید ظرف آب یا ظرف غذاتون نزدیک به هم باشه اینها رو اجتناب کنید تا امیدوارم که از این کرونا ویروس کرونا چموش و ویرانگر ما نجات پیدا بکنیم در وضعیت بهتری به سر بریم و منظورم این است که در آخر در امین این آخر این جمله این است که کسانی که واکسن نزدن خواهش میکنم که حتما برن و واکسن رو بزنند واکسن زدن یکی از مشارکت های انسانی است چه در جامعه چه در خانواده چه در جهان ببینید برای ریشه کن کردن یک بیماری بیماری ویروسی یا میکروبی نیاز به واکسیناسیون عمومی است کما که شما میدانید آبله در سراسر جهان منسوخ شد از بین رفت یا وبا الان در بعضی از نقاط دوردست گاهی دیده میشه ولی در خیلی از نقاط جهان برچیده شد فلج اطفال در اثر واکسیناسیون سراسری جهان رو به ازمهلال هست اینها از موفقیت های سازمان های بهداشتی است بیماری سل که در سال 8 میلیون نفر تلفات میداد در جهان الان بیزانش به چهار میلیون رسید یعنی پنجاه درصد مرگومی رو در اثر واکسیناسیون از بین بردن و این افتخاری است برای سازمان های بهداشتی چه در سطح ملی و چه در سطح بین المللی پس بنابراین تقاضای من این است که خانواده ها فشار بیارن برای اون کسانی که در حقیقت واکسن نمیزنن یا مقاومت میکنن و این مقاومت این اینها اولا غیر توجیه هست غیر, غیر مدلل هست غیر علمی است غیر اخلاقی است هر از هر جوری که بگیرید چون بالاخره این شما وقتی این واکسن رو نمیزنید امکان توسعه بیماری وجود داره و امکان هم که شما بگیرید ارز کردم خیلی بیشتر از کسانی است که واکسن رو زدن این آمار بین و است که ارز کردم در آمریکا آقای دکتر فلوچی اعلام کردند که 99 و نیم درصد افرادی که واکسین زدن تو آلوده شده ها نیستند و نیم درصد فقط ارزم از اونهایی که واکسن زدن گرفتار شدن پس بنابراین از اون افرادی که این بیماری رو کماکان دارن انتقال میدن به این طرف و اون طرف 99 و نیم درصد غیر واکسینه ها هستند که این یک فاجعه است واقعا تعدادشون زیاد نیست ولی اهمیت کارشون بسیار محلک و خطرناک است از این نظر تمام کسانی که واکسن نزدن لطفاً برن و در یک مشارکت عمومی واکسن بزنند. در ش... ش... کانادا به خصوص واکسن های خیلی خوب در محیط های بسیار سالم به وسیله افراد بسیار زبده انتخاب شده در مسیری بسیار مشخص واکسن خدمت شما ارائه داده میشه و حیف است که از این موهبت الهی حالا این که میگم ال الهی منظورم این است که این یک نعمتی است که در بعضی از کشورها از جمله کانادا نصیب جامعه بشری شده از همینجا ارز می کنم یک راهی میریم به طرف ایران تا بدونید که فجایعی که در کشورهای دیگری حالا من فکر نمی کنم هیچ کشوری در جهان فاجعه کرونا به اندازه ایران تلفات داده باشه به صورت سرانه یعنی مثلا در میلیون حتی هندوستان که خیلی وضع عجیبی داشت البته ازش بسیار خوب شده ببینید برنامه امروز قصد نداشتم راجع به کرونا ایران صحبت کنم ولی واقعا به قول یکی از دوستان گفت در ایران مثل هیروشیما اتفاق افتاده جلوی بیمارستان ها که رد میشید تخت های بیمارستانی میبینید که یا در اورژانس ها یا در خارج از اورژانس ها معطل موندن که به داخل برن به داخل بخش برن یا به داخل اتاق های مناسب برای درمان کرونا در بعضی از شهرها فاجعه بسیار بسیار زیاد هست آدم های زیادی دارن میمیرن و با بدترین شرایط هم میمیرن یادم اون موقع ها در خانواده ها که اگر کسی میخواد بمیره راحت بمیره اینو میگفتند اگر کسی راحت مرد میگفتند که در حقیقت خدا باهاش بوده یا آدم مثلا مؤمنی بوده آدمی مورد نظر طبیعت یا خداوند یا هر چیزی دیگری که این به این آسانی و راحتی دنیا رو ودا کرده است ولی مرگ هایی که در این بیمارستان ها اتفاق میفته و زجه زنان و مردان و فرزندانشون رو همراه با زجر چند روزه و چند ساعته تلخترین شراب مرگ هست که یک انسان ممکنه بنوشه و این از ناکارآمدی نادانی قفلت و یا حتی کارها و اقدامات جنایتکارانه جمهوری اسلامی است این رو من عرض نمی کنم در تمام مطبوعات دنیا در از زبان تمام تحلیلگران پزشکی و سیاسی تمام تحلیلگران اجتماعی تمام کسانی که در ایران هستند مقامات پزشکی بیمارستانهای معتبر پزشکان معتبر متخصصین اپیدمیولوژی ویروس شناسان این فاجعه شاید در تاریخ بشر کم مانند باشه اگر بیمانند نباشه الان در بیمارستان های ما میگن آمار رسمی دولت 600 مرگ در هر 24 ساعته که البته خود معاون وزارت بهداشت میگه این رو چند برابرش بکنید حالا سازمان نظام پزشکی ایران آقای دکتر زفرقندی بارها اعلام کردن که آمارهای وزارت بهداشت رو بایستی چند برابر کنید و حتی سازمان جهانی بهداشت هم نسبت به نارس... نارسایی آماری در ایران تأکید داشت حالا و این نشون میده که خطر رو آسان گرفتن مرگ و میر رو اگر نصف بدن یا یه سوم بدن یا یه پنجم بدن براشون راحته چون مرگ انسان ها براشون راحته جمهوری اسلامی در حقیقت دوره زندگی را بر اساس ایدئولوژی های واپسگرانه خود یک دوران واسطه میداند یعنی میگه ما اصلا قرار نیست اینجا باشیم اصلا ما یه دوره است که اون دنیا بوده که ما اومدیم این دنیا را و قرار هست بعدم دوباره برگردیم به اون دنیای آخرت یعنی یک دوره واسطه ای است و این دوره واسطه ای حالا چه شما زودتر بمیری یا چقدر دور دورتر بمیری و اینا همه بسته به نظر حالا یا تقدیر هر انسانی است آمده و باید بره که این یک در حقیقت اعتقادات متحجرانه و غیر علمی و در بعضی موارد عدم رسیدگی به این عزیزان جنایتکارانه است شما ببینید حتی در ایدئولوژی ما خداوند میگن عقل داده راه هم داده حالا شما باید راه تو انتخاب کنی و از عقلت هم استفاده کنی بنابراین اگر کسی بگه من میرم از یه ساختمان طبقه مثلا 21م خودم رو پرت میکنم خب اگر مردم کار خدا بوده برای که اون تقدیر درسته که من برم خودم پرت کنم پایین در حال که یک تفکر احمقانه و متحجرانه و قدیمی است اینجور نیست راه و چاه برای شما مشخص است عقل انسان انسان را از سایر جانوران ممتاز میکنه متمایز میگرداند بنابراین این تفکر که ما انسان واسطه ای یا دوره واسطه ای رو میگذرانیم یک تفکری است که فقط کسانی که عاشق خونریزی و جنایت هستند رو خوشحال میکنه این حرفا رو عرض میکنم برای که همه هموطنان ما در همه جای دنیا که در وضع بهتری زندگی میکنن مثل اروپا، مثل آمریکا، مثل کانادا دلسوز ایران هستند. عزیزانشون بی هیچ دلیلی دارن میمیرن و در همچین هم موقعیتی هیچ رژیمی هیچ دولتی هیچ وزیری هیچ مؤسسه‌ای نیست که پاسخگو باشه حتی سوالاتی که خبرنگاران میکنن محدود هست و جوابها هم محدود و اگر کسی ما برای اون سوال بکنه و چاپ بکنه اونها را میبندن و میگیرن بنابراین همه چیز هدایت شده است اما از روی قفلت و نادانی ببینید از اوائل یعنی از قبل از اسفند سال گذشته حتی شیش هفته قبلش ویروس کرونا شناسایی شده در قوم چند نفر مردن به این دلیل و اعلام شده یعنی تو قوم اعلام شده پیدا کردن و این رو مخفی نگه داشتن تا پنج شیش هفته گذشته و در این پنج شیش هفته و می دانستنم که این از ووهان چین آمده و متاسفانه علا رقم فشارهای جهانی برای قطع رابطه با ووهان چین پروازهای هواپیمایی ماهان ایران ادامه داد در پروازهای به اصطلاح زیاد و این باعث شد که اون بیماری به صورت کلی وارد کشور بشه و این نادانی جایی نیست که قابل بخشش باشه چون بعضی از کارها میتواند جنبه کشتار جمعی به خود بگیره بسیاری از عزیزان ما در اثر قفلت و یا سیاست بازی های مزورانه از بین رفتند همون موقع اعلام نکردند گفتن بذارید انتخابات دوم اسفند اگر خاطرتون باشه انجام بشه و بعدم قبلش هم راهپیمایی 22 بهمن و یه از این مسائلی که واقعا اون زمان قرنطینه عمومی جدا شدن افراد از یکدیگر فاصله گذاری مناسب داد گرفتن ماسک یا اون چیزهایی که به صورت اولیه در سراسر جهان در کتاب ها نوشته شده خرجی هم نداره به طور کلی نادیده گرفته شد و اون شد که فوج فوج هموطنان ما به بیمارستان ها رفتند و تعداد بسیاریشون فوج فوج به گورستان ها سپرده شدند و اون مدیر نالایق وزارت بهداشت وزیری که اصلا پزشک نیست وزیری که اصلا نمیدونه ونتیلیتور یعنی چی و اکسیژن چقدر باید به بزنن اپیدمیالوژی نمیداند خب با کسی مشورت نمیکنه شورای معاونین یعنی معاونین این وزیر بیلیاقت اعلام کردن که ما پنج ماهه ماه حتی میتینگ شخصی خودمونم نداریش نداریم و نداشتیم از جمله آقای دکتر رضا ملکزاده که معاون به ریسرچ و تحقیقات وزارت بهداشت هست و از میشه گفتی که از پزشکان بسیار بسیار حاضق موجود هست متخصص گوارش و قبلا هم وزیر بودن ایشون در همون جمهوری اسلامی. بعدا چون در معاونت آقای دکتر قاضیزاده هاشمی بودن همینطور مندن تا این آقا آمد این آقا هم به ادعای خودش هیچ کدام از معاونینش رو عوض نکرد و این معاونین قبلی بودن و ایلا من اطمینان دارم معاونت ایشون رو نمیپذیرفتند در هر صورت ولی ادوایز و سفارش اونها رو هم نپذیرفتند در ایران ما پزشکان بسیار حاضقی داریم حتی با تمام تنگناها و گرفتاری های موجود در وضعیت حاضر در سازمان نظام پزشکی ما در ارزم حضورتون که بیمارستان های ما در اجتماع ما در ایران پزشکان بسیار دانا حاضق و کارای وجود داره و من اطمینان دارم که اونها در این مدت خون دل خوردن از ناکارآمدی این وزارت بهداشت ناکارآمدی دولت روحانی و قتل و کشتار این مردم بیدفاع در اثر ویروس قابل کنترل کرونا حالا بماند بنابراین اگه ادامه بدیم میرسیم به بعد از دوم اسفند پیشنهادهای زیادی شد زمانی که در قم بیماری شیو پیدا کرده بود تقاضا کردند که در قم قرنطینه منطقه‌ای یا لوکال شکل بگیره با اون مخالفت کردن اعلام کردند که اگر ما به صورت فله‌ای بیماری رو بگیریم خود بیماری بعد از مدتی دیگه نخواهد بود و در حقیقت قرنطینه ها قرنطینهای متدهای قدیمی است و دیگه قابل اجرا نیست یا لازم نیست این گفته های این مسئولین ناکارآمدی است که به قول آقای دکتر زفرقندی الان نیستند که پاسخگوی تصمیمات مزرشون باشن و بعد از این م... بعد اون که از قم به تهران و از تهران به مشهد و بعد شمال یادتون باشه استان گیلان و مازندران در وضعیت قرمز به سر می بردن و تعداد به, به اصطلاح افراد درگیر این بیماری روز به روز موج به موج زیادتر می شد. تمام دولت های دنیا آمدن برای یک لاکداون یا تعطیلی عمومی اقدام کلی کردن برای افراد کم درآمد درآمدی در نظر گرفتن کشور ایران که این رژیم بر اون مستولی شده کشور پولساز و پولداری است و زمانی که حقوق های نجومی به افراد داده میشه راند های آنچنانی اختلاس های میلیاردی و خروج ارز به صورت میلیارد آن هم علا رغم عدم بازگشت این پول ها به ایران در مقابل اون میزانی که توانستند حداقل به این دست فروشان و کارگران و کسانی که واقعا حقوق هر شبشون لازم هست برای اینکه همان روز ارت... به اصطلاح تغذیه کنن خودشون رو و ارتزاق بکنن خب شما میبینید که نکردند و نکردند و شاید هم بهانه های دیگری داشتند که مردم را از تجمع تجمع های اجتماعی سنفی سیاسی و غیره به دور نگه دارند برای ترس از این ویروس کرونا الان ما وارد موج در ایران به نظرم موج ششم هست ولی موج های اول گذشت و اینا با پروپاگاندای تهوع آور این آقای وزیر می گفتن هر دفعه آمد تو تلویزیون گفت یکی از رهبران جهان یه نامه ای دیشب برش فرستاده و گفته که این متد های خوب که شما تونستید این کشور رو تو اینجا برسونید به ما هم یاد بدید اینقدر وقیه بودند گرچه مردم ایران هوشیارند و این اطلاعات رو بیشتر حالت جوک و مزحکه می داشتن. الان هم همینطور هست الان هم میگن بله الان فرض کنید ما کاری که کردیم شاید در هیچ جای دنیا البته در هیچ جای دنیا بی سابقه است ولی از روی بیتدبیری و از در حقیقت خیانت به یک مردم ملت در هر صورت اون گذشت و موج اول و موج دوم و باز هم سینه زنی ها برقرار بود رفتن در اربعین و کربلا و نمیدونم این تجمع های ماه رمضان و انتخابات در حقیقت که حالا راجع بهش صحبت نمی کنم انتخابات قلابی که بالاخره تجمعی رو بایستی داشته باشن برای فیلمبرداریشون برای ارائه این کارهاشون خب اینها همه تشکیل میشد و تمام مقامات بهداشتی در داخل ایران بجز مقامات رسمی پزشکان حاضر پزشکان دانشمند ایرانی رو عرض میکنم و پزشکان خارج از کشور مرتب هشدار میدادند که ما باید موج به کشتار بعدی رو منتظر باشیم که این موجها 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 همچنان بالا آمد و الان ما در حقیقت ایران موارد موج ششم شده در حالی که در دنیا الان بعضی از کشورها موج چهارم رو دارن و تلفاتشون خیلی کم بوده شما حتی اگر مقایسه بکنید به کشور فقیر و پرجمعیت مثل هندوستان تعداد کشته شده ها بر اثر کرونا در یک میلیون نفر خیلی کمتر از خیلی کمتر از ایرانه در حالی که واقعا یک کشور ثروتمندی نیست بسیار بسیار فقیر داره در گوش و کنار کشور هندوستان یا در هر جای دنیا رو شما هر جای دنیا رو که مثال بزنید وضعیتش بهتر از ماست تا اینکه زمان به اصطلاح کمک های بین بود کمک های بین پزشکان بدون مرز وارد ایران شدند و تجهیزات به اصفهان رفتند ولی همه اونها رو اخراج کردند از ایران ببینید این رفتار رفتاری است که یک افراد متحجر به دنیای متمدن یعنی به مردم متمدن دنیا نشون میده چون شما تو این کشور الان یه یعنی به جمع بشن بگن ما میخوام بیریم فرض کنیم تو فلان بیمارستان کمک بکنیم میگن بفرمایید دستتونم میبوسن و هیچ وقت کسی رو بیرون نمیندازن که اصلا دولت دخالت نمیکنه البته در اینجا کمک ها از همه جا میرسه در کانادا از این جمعیتی که ما داریم هفت میلیون نفر والنتیر هستند شما تعجب میکنید هفت میلیون نفر بابت ساعاتی که حالا از کم هست تا زیاد برای کارهای کمک به مردم میذارن وجهی دریافت نمیکنن و این باعث افتخار هست برای کشور که تعداد والنتیراش البته این آمار مال چند سال پیشه که اون موقع مثلا شاید ده سال پیش باشه ولی الان آمار شاید بالای هشت میلیون باشن الان این تعداد والنتیر هستن شما والنتیر های که پزشکان بدون مرز بودن از اسفهان خارج کردید بیرون کردید و بعد این فاجعه ادامه پیدا کرد و از دادن آمارهای رسمی خودداری کردید حتی استانها حق نداشتن آمار مال اونجایی که این افراد رو دفت میکنن گوش زد کنند یا اعلام کنند برای که حتما باید این آمار به تهران بیاد و مهندسی بشه و ببینن چند تا رو باید اعلام کنند چند رو نباید اعلام کنند و این مسائلی که متاسفانه کشور ما کشور به این خوبی با افراد فریخته گرفتار این مسائل هست دروغ خدعه اختلاس دزدی راندخاری هر نوع صفتی رو که شما قاچاق قاچاق مواد مخدر هر کدام اینا رو بگی به اونجا میخوره حتما و نمونه های ثابت شده ایش در همه مطبوعات دنیا به نوعی منتشر شده هر کدام از اینا که من عرض کردم حالا عرض کنم که بعدش میپردازیم به این که بالاخره با همت والای پزشکان و متخصصین داروشناسی و مؤسسات بزرگی مثل فایزر، مادرنا، دانشگاه آکسفورد، لندن، استرازنیکا و خیلی از کشورهای دیگه مثل ژاپن و هندوستان کره جنوبی در هر صورت خیلی از کشورها که این واکسن های قابل اطمینان رو ساختن در مدت بسیار کم یعنی کمتر از یک سال و به بازار ارائه دادن که مهمترینش البته کارخانه فایزر بود کارخانه فایزر سال هاست که کار داروسازی میکنه در ایران ماشین های کارخانه فایزر قبل از انقلاب در خیابان ها بعضی وقتها به عنوان دکور همین الان گذاشتن من چند مدت پیش یکی از اونها رو دیدم که در یکی از این خیابان ها حرکت میکرد و روش مارک فایزر بود البته یک اتومبیل فرسوده بود کمپانی بسیار موزمی است در ایران داروهای مختلفی رو ارائه میکرده برای ده ها سال و بعد با فرمول جدید یعنی این فرمولی که برای واکسیناسیون کرونا کووید 19 درست کردن بسیار کم نظیره که شما بیاد از مسنجر آر ای یک واکسن بسازید که در داخل خون ما بتواند اون واکسن مرده یا اون محتویات واکسن رو بازیافت بکنه و تبدیل بکنه به اینکه ماده ای که آنتیبادی علیهش ترشو بشه داخل خون و ما رو از مرگ حتمی نجات بده این متد متد بسیار بسیار زیبا دانشمندانه علمی و کارا و روی میلیون ها نفر همون زمان تست شده بود و او اوائل روی فرض کنید فکر میکنم حدود هفت هزار تا یا 100000 هزار تا و بعدش دیگه به اسرائیل رفت و به جاهای دیگه دیگه افراد میلیونی بهش اضافه شدن و اون زمانی که ایران میخواست تصمیم بگیره در سراسر دنیا در حدود 600 میلیون دوز حداقل پخش شده بود دیستریبیوشن داشت و اون وقت این شخصی که من نمیدونم واقعا چی اسمش بذارم و واکسن کرونا رو که در کشور بزرگ آمریکا و یا کشورهای غربی مثل بریتانیا ساخته شده، البته بعدش هم در ژاپن و هندوستان نو استرازنیک هاش ممنوع اعلام کرد. شما تصور بفرمایید من یاد ندارم یا شما در هیچ کتابی نمیخونید که رهبر یک کشور حتی دیکتاتور اگه ای باشه اعلام کنه یه دارویی در یه جایی نیاد اصلا اینا کاری ندارن دیکتاتورها دیکتاتورند ولی کار به این که شما برید سوزن یا آمپول کجا بزنی تو اینا نیستن اصلا این بی نذیره. این نوع دخالت فقط مخصوص رژیم ایرانه ولایت مطلقه میدونید ولایت یعنی چی؟ ولایت یعنی همه مردم ایران از بالا تا پایین صغیر هستند و نیاز به ولی دارن مثل بچه های صغیری که ولیشون پدرشونه مثلا یا مادرشون این ولی فقی یعنی ایشون ولی هستند و فقیه هم هستند بنابراین دخالت در هر موضوعی که به شود می توانند بکنند این قانون اساسی ما اینه قانون اساسی بعضی از دانشمندان که نمیشه گفت یعنی در حقیقت تحصیل کرده هایی که لابی این رژیم هستند در دانشگاه های مختلف دفاع می کنند و اینا اینها آیا واقعا این قانون اساسی که اختیار حتی یک مورچه در داخل خونتون رو به بالاترین مقام یعنی رهبر میده این قانون هست اصلا یعنی پس ایشون فردا هم میتونن حکم بدن هیچ کسی آب خوردن هم نباید بخوره آب, آب حرام است و بعد قطع بشه و به همین دلیلم هم هست که مقامات کشورهای دنیا میترسن که سلاح هستهی دست همچین افرادی بیفته بعضی ها در این کارهایی که صحبت که در جاهای مختلف میکنن آقا پاکستان هم بمب هسته ای داره هندوستان هم داره چین هم داره اسرائیل هم داره و نورت کوریا هم حالا میگن به نوعی داره ارزم حضورتون که بریتانیا فرانسه آمریکا و عزیز من در اون کشورها دموکراسی است در هندوستان بالاترین و زیباترین دموکراسی در حال اجراست اختیار دست نخست وزیر نیست اختیار دست مجلس بزرگی است که هزاران نماینده در اونجا نشستن بنابراین یک عقل و خرد جمعی تصمیم گیرنده است تا اینکه این رو این سلاح مرگبار رو بدن در اختیار کسی که خودش رو نه تنها نماینده همه دنیا یعنی همه کشور میداند ولی همه هم میداند نماینده خدا در روی زمین هم خودش رو میدانه آیا واقعا حق دارن که نگران باشن و بگن همچین سلاحی دسته همچین آدمی نباد بیفته یا حق ندارند نمونش همین واکسن شما بین باعث چه جنایتی شده در ایران و بعد چون وقت زیادی نداریم میخوام به پردازم به همه ابعاد این اه... کرونا خب شما میبینید که ایشون آمدند و گفتن که ما حرف های مزورانه که همیشه میزنند ببینید در دنیای کنونی ما خودکفایی معنا نداره یعنی بعض از کشورها س... یک جور صنایع رو میسازند بعضی از کشورها یه چیز دیگه میسازن مثلا فرض کنید آسپیرین بایر خب کشور سوئد یا سوئیس میسازه سوئد فکر میکنه یا فرض کنید تاگامت رو یه دارویی است که آمریکا میسازه خب میگن آقا جان شما که این خط تولید فلان دارو رو در کشور خودتون برقرار کردید ما همه از شما میخریم که هزینهمون کمتر بشه در عوض داروی فرض کنید انسولین که خب کانادا کشف کرده و صاحب نظر هست مثلا از کانادا می خریم یا فلان چیز رو قرار نیست همه چیز رو در هر کشوری همه بسازن چون اون موقع انرژی ها از بین میره اون حالت خودکفایی یا اینکه از داخل باشه سال هاست که منسوخ شده این چش... مثلا شما این فرض کنید که کامپیوترها رو میبینید اکثرا ساخت ژاپن یا کشورهای مثل چین و کره جنوبی و اینا حالا بعضی هم در داخل آمریکا ساخته میشه ولی اون مغز متفکر این کامپیوتر ساخت آمریکاست. هر کسی پارتی از این دستگاه میسازه و به همین دلیلم هواپیماهایی رو که در دنیا هست الان موتورش یکی میسازه نمیدونم حافظش رو یکی میسازه و بدنش هم یکی دیگه میسازه به همین دلیل تحریم آمریکا علیه ایران شامل همه هواپیماهای مختلف در کشورهای مختلف شد مثل ایرباس ایرباس ساخت اروپا است ولی قسمت های از موتور این هواپیما توسط آمریکا ساخته میشه یا حتی هواپیما های روسی بعضی قسمت هاش، کار آمریکاست. پس بنابراین این رو که عرض کردم یعنی این که ما نمیتونیم بگیم که فرض کنید که باید یه واکسن بسازیم اونم داخل ایران بسازیم حالا در دوران گذشته انیستو پاستور یا مؤسسات دیگری مثل انیستو رازی واکسن می ساختن خیلی عالی بود تجربه هم دارن ولی در یک همچین مورد ارجنت عجیب قریب کسی منتظر این چیزا نمیمونه هر واکسنی که در دنیا دوره به اصطلاح علمی شو طی کنه و قابل عمل باشه باید مصرف بشه و مردم شریف ایران را از این واکسیناسیون از این واکسن که میتونه جان هزاران نفر را یا ده هزار ایرانی رو نجات بده متاسفانه از بین رفت امکانش از بین رفت و همینطور که آقای دکتر زفرغندی من از اینا رو نقل میکنم چون داخل ایران هستن و مقام و منصبی دارند رئیس نظام پزشک ایران میگه اون کسانی که این کار کردند و ما رو به این کشتار تحمیل کردند پاسخگو نیستند شما ببینید مقامات ایران حتی مصاحبه ای مطبوعاتی نمی کنن. شاید رهبر ایران در طول عمرش حتی یک خبرنگار جورت نکرده باشه که یک سوالی بکنه در تمام چهل دو سال اگر مصاحبه ای هست پخش کنید همش مثل مثلا فرض کنید این روزخانه ها یا منبری هست و ایشون میاد اونجا صحبت میکنه بعدش هم میرتش دیگه ولی کسی حق این که صحبتی دیگه بکنه یا حتی سوال بکنه یا حتی بیشتر بخواد بحث کنه اصلا یه حرفا نیست سایر مقامات پایین دستشون هم همینجوره اونها معمولا سوالات از پیش تعیین شده و گفتارهای از پیش تعیین شده و گاهی صحبت میشه و بعد اگر اون خبرنگار چیزی بیشتر از اون که پرسیده یا جوابش دادن یا حساسیت های وجود رو رعایت نکنه روزنامه همون روزنامه های پکستانی به اصطلاح که عملا هم در سانسور خود خود سانسوری هستند، اونا رو میبندن براشون مسئله ای نیست صدها روزنامه به وسیله همین آقای سعید مرتضوی داستان عمومی و انقلاب تهران بسته شد و بابت تمام این کارهایی که این آقای دادستان کرد از جمله قتل زهرا کازمی فوتو کانادایی بخشیده شد بعدش به وسیله همین رهبر مثلا مسئله قضاوتی در کار نیست بنابراین این میزان ارزم حضورتون واکسنی که حالا آمده میپردازم به واکسن داخلی ببینید داخل سیستم یک سیستم رانت خار هست رانت یعنی چی؟ یعنی اگر مثلا یک پروژه پول سازی است که حالا به هر جهت میشه پول رو, رو روانه اون پروژه کرد مسئولیت رو به کسی میدن که از خود باشه مثل مثلا شکر که امتیاز وارد شدن شکر رو مثلا به فلان روحانی دادن دیگه حالا هر کسی بخواد وارد کنه باید بره به این آقا تماس بگیره اینو میگن راند یا مثلا خرید دست جمعی دارو رو ممکنه به یه شرکت داروی مورد نظر بدن بقیه داروخانه ها و شرکت های توزیع و دارو یا دارو پخش اصلا ناک کاری نیستن بنابراین همه پول میره اونجا بسیاری از سازمان های راندخار اصلا پول هم ندارن سرمایه هم ندارن یه شرکتی رو زدن مثلا چند نفر سپایی و میگن ما میخوایم واردات و مثلا صادرات یک محموله ای رو برای وزارت بهداشت یا وزارت صنایع یا فلانجا آماده کنیم حقالعمل میگیریم بنابراین این رو منحصرا به میدن میگن آقا چیزی نیست که شما پنج درصد این افراد مسلمان واقعی میگیرن از شما بنابراین همین 5 درصدش یه دفعه میبینید شد 500 میلیون دلار در حالی که اینا نه لایسنسش داشتن نه اصلا شغلشون این کار بوده هیچی خیلی راحت 500 میلیون دلاری که بایستی در شرکت های داروی معتبر با هزاران کارمند توزیع میشده دست این آقا افتاده اینا میگنش رانت حالا این خارج از این است که به اصطلاح امتیاز های بیمارستان ها بزرگ ها صنایع کارخانجات همه اینها اونها که اصلا مفت با قیمت های خیلی خیلی نازل واگذار میشه و بعضا مجانی و اونها روش های رایز میسازن چیز میشه اینا همه ثروت مملکت به اون شکل میشه حتی که مالیات هم نمیدن خیلی هاشون حالا نمیپردازم نمی به این چون از وضع چیز میرم بیرون امروز میخوام راجع به آقای محمد رهبر رئیس بنیاد اجرایی فرمان امام صحبت کنم که ایشون معاون آقای رئیسی شدند و رئیس شرکت دارویی برکت هستند که تولید کننده واکسن داخلی هستند خب ایشون در حضور یک کلیپیس من اینجا ندارم ولی دیدم شما حتما دیدید از این ایران اینترنشنال پخش شده بارها که این کلیپ آقای محمد رهبر به مقام رهبری داره گزارش میده که از اون دوه اسفند اون سال تا برنامه‌ای که الان اتفاق افتاده روی کاغذ ما نوشته بودیم یعنی پیش رو کرده بودیم البته یک حرف صحیحی نیست حرف احمقانه ایست خب اگر شما پیش بینیش کرده بودید پس چطور جلوگیری نکردید ازش معلوم میشه اینی که میگن نه اگر این چیزها پیش شده ما میدونستیم اینجور میشه ما چاره ای نداشتیم ما میخواستیم هم به واکسن داخلی دست پیدا بکنیم صنایع دا... از این حرف هایی که میدانید همه به درد پروپاگاندای افرادی که این رادیو تلویزیون رو گوش میدن هست خودشون هم میدونن که شنوندهش خودشون هستن بالاخره ایشون آقای محمد چیز رهبر آمدن این شرکت داروی برکت رو که سالهاست که خودش صاحب صدها کارخانه و ارزم حضورتون که هزاران املاک و بانک خصوصی و به اصطلاح های داخل کشور هستن اینا آمدن گفتن ما واکسن تهیه میکنیم و به همین خاطر آقای نمکی که در همین جلسه حضور داره آقای رهبر تشکر میکنه که ایشون کاملا پشت سر من بود که این کار انجام بشه خب پشت سر ایشون یعنی خلاف اون واکسیناسیونی که در دنیا انجام میشد یعنی خلاف نجات دادن هزاران انسان ایشون پشت سر ایشون رو ایستاده بوده که بالاخره یه واکسنی رو حالا از هر جا تهیه کنن یا از کوبا یا از چینا یا از هر جا بتونن این رو در قالب واکسن برکت ها یا حتی خودشون یک مقدماتی ازش ساخته باشن این رو به اصطلاح به, به مردم ایران بزنن هنوز این واکسن ازش خبری نیست مردم بیچاره ما شما این فیلم ها رو ببینید حتما من یه فیلمی دیدم که ویدیو کلیپی بود که از ارمنستان زنان ایرانی که اونجا بودن گریه می که ما هشت روز نه روز آمدیم در اینجا با هزینه بالای سه هزار دلار شما میدونید که دلار در ایران هزار دلارش یعنی 25 میلیون تومن یعنی سه هزار دلار یعنی حدود 75 میلیون با این برونبرش 100 میلیون تومن طرف باید بذاره که بره یه واکسن بزنه و با تحقیر زیاد شبان روزی توی صفهای طولانی اینها در اونجا زنان و مردان ایرانی قرار گرفتن و با توهین و ارزم حضورتون تهدید یک کشور خارجی نچندان معروف این ذلتی است که بر ملت ایران روا داشته است و بعدم میگن با چشم گریان و دست خالی و از بین رفتن پول همون به کشور برگشتیم واکسن نداشتیم چرا برای که همون راندخاران و همون افرادی که این نوع دستجات هم را میندازن میبینید که در همون هم واکسن ها رو می‌فروشن بین خود ایرانیا حالا 100 دلار 200 دلار اینجور که میگفتن تا 200 دلار برای هر یه شات فروش میرفته و اینا که تو صف بودن میدیدن اصلا مثلا 50 تا واکسن برای این همه آدم که دو سه روز نخوابیدن تو صف گذاشتن تالیه تا حالا بعد نوبتشون بشه یکی میگو من بعد از سه شب نوبتم شده بدن اونم نه چندان میومد میگفتن پنجاه تا بوده ولی الان 20 تا بیشتر نیست یا فلان بنابراین شما این فساد سازمان یافته ی انانگسیخته که ریشه سلامتی ایرانیان رو هدف گرفته نه تنها از هیچ دولت ناکارآمد، نالایق و تا حدودی جنایتکار بر نمیاد اگر کسی در تاریخ شبیه این رو دیده بیاد بیان کنه و این بیماری کرونا درس بسیار خوبی رو به همه دنیا داد از جمله ما ایرانیان تا هرچه بیشتر به این بپردازیم به که نه اعتقادات ارزم حضورتون که متحجرانه و ریاکارانه و مزورانه چون اعتقادات خوب خوبه ما گرفتاریمون با اعتقادات مزورانه و ریاکارانه است نه اونها کارساز بود نه این دولت بالاخره واکسن آورد و این بیماری الان موج ششم رو در ایران تجربه میکنه و با ورینت دلتا که بسیار کشنده تر است امیدوارم برای ایرانیا دعا میکنیم آرزو میکنیم که متاسفانه کشورهای دنیا هم نمیتونن ما کمک کنن چون ایران جز کشورهای فقیر نیست جز کتگوری های به طبقه بندی شده ای که میشه بهش کمک کردن نیست و امیدواریم که بالاخره حال ژاپن آمده یک میلیون سی هزار دوز هفته پیش یک میلیون قبلا در هفته قبلش حالا چند میلیونی بالاخره شاید در دوازده میلیون واکسن خیریه ای از اینجا اونجا برای کمک به مردم ایران فرق نمیکنه حتی اون افراد چون مسلما خیلی از این واکسن ها به افراد خودی داده میشه باز هم به خودی هم که بدن جان یک انسان نجات پیدا میکنه ما به پایان برنامه میرسیم تا هفته دیگر همه شما رو به خداوند بزرگ می سپاریم از همه شما تشکر سپاسگزاری میکنم و همچنین از آقای فرزاد در اتاق فرمان خدا نگهدار چشم دل باز کن که جان بینی آنچه چه نادیدنی است آن بینی گر به اقلیم عشق رویاری همه آفاق گلستان بینی بر همه اهل آن زمین به مراد گردش دور آسمان بینی آنچه چه بینی دلت همان خواهد و خواهد دلت همان بینی جان گدازی اگر به آتش عشق عشق را کیمیای جان بینی دل هر ذره را که کافی آفتابیش در میان بینی